وطن‌دارای عزیز، سلامتی خداوند پادشاه سلامتی عیسی مسیح کت شما باشه. در هر جایی که هستین خدا شما را دوست داره و خدا را شکر میکنیم بر از این لحظه، بر از این وقت که او برای ما عطا کرده. در کلام مقدس خدا ما میخوانیم که ای از رحمتهای خداوند است، رحمتهای بی پایان خداوند است که او هر روز برای ما مهیا میکنه تا که ما نفس زندگی را داشته باشیم بر یک روز دیگه، تا که ما او را شکرگزار باشیم. خدا شما را دوست داره و او میخواهد که شما به او برگردین. کلام خدا برای ما میگه زیرا خدا به این جهان آن قدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد، تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. خدا انسانها را دوست داره، خدا نمیخواه هیچ انسان هلاک شود. امروز هلاکت، کشته شدن بیش از 100 بچه های مکتب در شهر پشاور شنیدیم. حادثه ای که دل ما را، قلب ما را تکان میده که انسان تا این حد، میتونه که پست شوه و او میتونه، انسان میتونه که انسانهای دیگر، حتی اطفال، کودکانی که در مکتب میره سنین 12 تا 16 واره قتل عام بکنه. بسیار جای افسوس است، کلام خدا برای ما میگه کسی که محبت ندارد خدا را هرگز نشناخته، زیرا خدا محبت است. و ما چند لحظه دیگه این برنامه را به زبان اردو هم برای شما میخوانم و کوشش میکنم که ترجمهشم برای شما بگویم، چون که ما میخواهیم که در وبسایت بی بی سی اردو بروم و از طریق از او بعضی چیزها را برای شما نشان بتم و ما دعا میکنم که خداوند کمک بکنه که انسانها به خدای حقیقی، خدای محبت، خدای پر از فیض، خدای واقعا رحیم بر بگرده. وقتی که ما میگیم که خدا رحیم است، یعنی او مواقع فراهم میکنه. رحمت یعنی او مواقع فراهم میکنه. هر صبح رحمت های او هر صبح تازه میشه برای انسان که انسان به او برگرده. و خدا خدایی نیست که برای قتل عام انسان ها بیرون شوه و یا انسان های دیگر را بگوید که در نام من انسان ها را بکشین. او خدا نیست، خدا خدای محبت است. اگر ایتو می بود که خدا به نام مذهب خود، به نام دین خود، به نام راه خود، کسایی که در راهش نیستن، کسایی که گپایش گوش نمی کنن، او قدرت داره، او که کائنات کنترل می کنه، او که هر انسان نفس زندگی می ته، هر حیوان نفس زندگی می ته، هر کرم، هر ذره میکروب و ویروس و هر چیز نفس زندگی میته، او که تمامی کره ها را، تمامی کهکشان ها را در کنترل خود داره، آیا او نمیتونه که انسان هایی که از راه او دور میشه تمامیشان یک به یک لحظه، یک ثانیه قبض رو کنه، از بین ببره؟ میتونه. و اما چرا خدایی را نمیکنه؟ به خاطر از اینکه خدا رحمت خدا جاری میکنه، خدا فیض خدا جاری میکنه، خدا میخواهد که انسان ها به او برگردن. به زور چوب نه، به زور تفنگ نه، بلکه به رضای خود برگردن. پس ای کسایی که در نام خدا قتل عام میکنه، در نام خدا میکشن، در نام خدا غارت میکنن، آیا یا از جانب خداست؟ هرگز نه.
خدا خدای محبت است. کسی که محبت ندارد خدا را هرگز نشناخته، زیرا خدا محبت است. و ما برای دوستای پاکستانی که در این حادثه وحشتناک در شهر پشاور رخ داد و بچه های مکتب سنین 12 تا 16 بیش از 100 طلبای علم محصلین مکتب جان خود از دست دادن، بر ازوای پیام دارم. میره عزیز دوستو پاکستانی قوم، جو حادثه آج پاکستان میں ہوا کہ کچھ مذہبی لوگوں کے ہاتھوں بے گناہ بچوں کا قتل عام ہوا، یہ بہت دکھ کی بات ہے، یہ سوچنے کا لمحہ ہے. خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ خدا دنیا کے لوگوں سے اس نے اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائیں. خدا کے کلام میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، جس نے محبت نہیں کیا اس نے خدا کو در حقیقت جانا نہیں، کیونکہ خدا محبت ہے. خدا نے یہ حکم نہیں دیا کہ انسانوں کا قتل عام ہو، بلکہ وہ نفس حیات بخشتا ہے انسانوں کو تاکہ انسان خدا کی طرف لوٹے، تاکہ انسان اپنے گناہوں سے پچھتائے، کیونکہ خدا قاتل نہیں. یہ مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، خدا کے نام پر جو قتل عام کرتے ہیں معصوم بچوں کے، سکول کے بچوں کو، جو طالب علم ہیں ان کے قتل عام کرتے ہیں، یہ در حقیقت میں شیطان کے ہاتھوں کھیلنے والے لوگ ہیں. یہ شیطانی عمل ہے جس نے یہ قتل عام کیا بچوں کا، کیونکہ انسانیت میں تو ہم اس طرح کے کچھ نہیں پاتے. خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند انسانوں سے محبت رکھتا ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دیا ہمارے لیے. نہ کہ اس نے اپنی خاطر لوگوں کا قتل عام، بلکہ اپنے بیٹے کو قربان کیا تاکہ لوگوں کو اپنی طرف لائے، تاکہ لوگوں کے گناہوں کو بخشے. اور میں بہت دکھی ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداون آپ کے دلوں کو مرہم کرے، خداون آپ کی شفاعت کرے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداون اس دکھ میں، اس عظیم دکھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہو. اور یہ میری دعا ہے خداون یشو مسیح کے نام سے، آمین. واقعاً جای بسیار تاسف، جای درد عمیق است. اگر شما در ویب سایت اردوی بی بی سی برین، در اوجه نوشته است در بالا طالبان که ہاتھوں بچوں کا قتل عام، 100 طلبا سمیت 135 ہلاک، بیش از 100 طلبا و 135 تماما کشته شدن به خاطر از این کسا. و بسیاری کسا در ایجا پیام های خدا داده. یکی از پیام هایی که واقعا قابل دید است ایجا، نه یهودیون نه هندوون بلکه مسلمانون کیا، جو شرمناک ہے. عموما وقتی که تو حادثه میشه، عموما مردم های از اون منطقه یهودی ها را میگه که این کار یهودی است. اگر قبض شون هم یهودی کده، اگر سلفه بگیرشون هم یهودی، این کار یهودی است. و یا یک پرنده بسیار بالا پرواز میکد در عربستان سعودی، سال گذشته او را کت تفنگ زدن، گفتن یار ای پرندر یهودی ها رایی کده. و یا یک شارک، یک ماهی کلان، یک عرب در عربستان سعودی در دریا خورد، گفت ای شارک هم یهودی ها رایی کده. عموما یهودی های بیچاره را مورد الزام قرار میده.
و در این مقاله اگر بخوانیم بیشتر در اینجا واضح گفته شده در یک حسش که تعجب در ایست که ای از خارج مرز کشورهای همسایه نه بلکه از داخل کشور خود ما، کسایی که هم مذهب خود ماست، کسایی که هم دین خود ماست، کسایی که هم کتاب خود ماست، ای عمل انجام دادن. خوب است که کم از کم بار اول اقرار میکنن. انسانیت باید گریه کنه، ناله بکنه در این حادثه. بسیار شد، لمحه فکر است برای تمامی انسان ها که ما باید فکر کنیم، ما باید توجه کنیم که این قتل عامی که صورت میگیره آیا ای از طرف خداست؟ در اینجا ما بسیار عکسایی را میبینیم که چطور این قتل عام صورت گرفته و دنام مذهب، دنام خدا، دنام دین تمامی از این چیزا صورت گرفته. آیا خدا میخواه ایتو یک چیزه؟ باید ما فکر بکنیم. اما قسمی که در کلام مقدس خدا بسیار واضح است، کسی که محبت ندارد خدا را هرگز نشناخته، زیرا خدا محبت است. آیت قسم نمیگه کسی که تفنگ گرفته قتل عام نکنه و خدا را نمیشناسه، چرا که خدا قاتل است. خدا قاتل نیست، خدا به این ترتیب عمل نمیکنه. خدا خدای رحیم است، خدا خدای مهربان است، خدا خدای فیض است، خدا خدای رحمت است. او هر روز رحمت خدا هر صبح تجدید میکنه، مواقع فراهم میکنه برای انسان ها که به او برگردن. واقعا در ما مسیحی ها عید میلاد مسیح را تجلیل میکنن و قلب ما درد میکنه با ای که مردم خوشی آمدن منجی بشر را اعلام میکنن در ما، و اما وقتی که حادثاتی را که ما میبینیم در چهار طرف خود، واقعا قلبهای ما باید گریه بکنه. در ماه نوامبر، تنها در ماه نوامبر بیش از 5000 انسان قتل شد در نام خدا و در نام مذهب. در نام خدا و مذهب بیش از 5000 در ماه نوامبر این سال تنها قتل شده. این خبرهای است که شما میتونین که در اینترنت بسیار با آسانی بیافین. انسانیت باید بیدار شود، باید بیدار شود. ما کلام خدا را میخوانیم که در کلام خدا برای ما داده شده که کلام او برای پاهای ما چراغ، برای راههای ما روشنایی است. از نور اقسم خون آشامی و انتقام، اقسم نفرت بیرون نمیشه، از نور محبت جاری میشه. دوستای عزیز، باید ما توجه کنیم سر از این چیزها. خدا انسانها را دوست داره و او میخواه که انسانها به او برگردن. قلبهای ما واقعا واقعا پر از درد است وقتی که این عکسها را میبینیم، وقتی که این خبرها را ما توجه میکنیم بالایش. واقعا لمحه ای هست که ما باید فکر کنیم، فکر کنیم که آیا خدا همه قسم است؟ نه، کلام خدا خدا را تعریفش کاملا مختلف میکنه. کسی که محبت ندارد خدا را هرگز نشناخته، زیرا خدا محبت است. خدا قاتل نیست، خدا محبت است. خدا قاتل نیست، خدا محبت است. و ما باید به خدای محبت برگردیم. اگر ما باید از زیر غلامی شیطان و تاریکی و انتقام و خوناشامی و نفرت و کینه و بغض و انتقام، از زیر دلدل از این چیزا اگر ما بیرون شویم، یگانه راه ما خدای محبت است. عیسی مسیح است، عیسی مسیح است. کلام خدا میگه وقتی که ما کت خدا دشمن بودیم، وقتی ما با خدا دشمن بودیم، خدا این دشمنی ما را توسط مصلوب شدن یگانه فرزند خود، یگانه پسر خود عیسی مسیح، ما را نجات داد. زیرا در آن هنگامی که ما هنوز درمانده بودیم،
فصل 5 رومیان، زیرا در آن هنگامی که ما هنوز در مانده بودیم، مسیح در زمانی که خدا معین کرده بود در راه اشخاص دور از خدا جان سپرد. مسیح جان خود را سپرد، نه ای که جان ما را بگیره، نه ای که جان ما را بگیره، نه که ما را از بین ببره، بلکه او جان خود را فدا کرد تا که جان ما را سالم داشته باشه، تا که جان ما را نجات بده. او جان خود داد، او خود فدا کرد. رهبرای مذهبی را داستانهایشان را بخوانین که دنامی از وا و حتی خود از وا چقدر انسانها را قتل کردن، چقدر انسانها را کشتن تا که وا را به مذهب خود بیارن. مسیحیت یگانه راهیست که ما میخوانیم که مسیح تنها یک انسان کشت، تنها یک انسان کشت و او انسان خودش بود، کسی دیگه نی. او خودش بود، او خود جان خود فدا کرد، او خود جان خود فدا کرد تا که انسانها را نجات بده. او جان خود فدا کرد که جان شما را نجات بده. از همین خاطر نشست، زیرا در آن هنگامی که ما هنوز در مانده بودیم، مسیح در زمانی که خدا معین کرده بود در راه اشخاص دور از خدا جان سپرد. کمتر می توان کسی را یافت که حاضر باشد حتی برای یک شخص عادل از جان خود بگذرد، اگرچه ممکن است گاهی کسی به خاطر یک شخص خیرخواه جرأت قبول مرگ را داشته باشد. اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح به خاطر ما مرد. ما که با ریختن خون او عادل شمرده شده ایم، چقدر بیشتر به وسیله خود او از غضب خدا نجات میابیم. وقتی ما با خدا دشمن بودیم، شما شنیدین که میگن که علا او دشمن خداست، بکشیشه؟ کلام خدا میگه وقتی ما با خدا دشمن بودیم، وقتی ما با خدا دشمن بودیم، او با مرگ پسر خیش، نه که با کشتار انسانها، نه که با کشتار کسایی که تحصیل میکنن، نه که با کشتار کودکان، نه که با کشتار و به اسارت بردن زنا و بیوه کردن زنا، نه با اون چیزا، بلکه او با مرگ پسر خود، خدا با مرگ پسر خود، با مرگ یگانه پسر خود عیسی مسیح، دشمنی ما را به دوستی تبدیل کرد. او دشمنی ما را کت خود چطور به دوستی تبدیل کرد؟ اینه که شلاق بگیره، تفنگ بگیره و یا کسای دیگر را بگه کلا دنام ما قتل عام کنی، نه، او با دادن یگانه فرزند خود به حیث بره قربانی، عیسی مسیح بره خدا، بره قربانی تهیه شد از جانب خدا، او داد جان را به کف نهادی، هاللویا، ما را نجات دادی، هاللویا. جان را به کف نهاد مسیح، ما را نجات داد مسیح. کلام خدا ما میخوانیم وقتی ما با خدا دشمن بودیم، او با مرگ پسر خویش یعنی عیسی مسیح دشمنی ما را به دوستی تبدیل کرد. و او پس حالا که دوستی او هستیم، چقدر بیشتر زندگی مسیح باعث نجات ما خواهد شد. نه تنها این، بلکه ما به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که ما را دوستان خدا گردانیده، در خدا خوشی میکنیم. شادمانی مسیحی ها از این خاطر است که مسیح ما را حکم نکده که حالا در نام ما مردم به زور مسیحی بسازین، در نام ما مردم بکشین، کسایی که از احکام ما عدولی میکنه وارا سرکوب بکنین، از بین ببرین. نه، مسیح چی میگه؟ مسیح میگه وارا دوست داشته باشین، بر ازوا دعا کنین، بر دشمنای خود حتی دعا کنین، کسایی که شما نفرت داره بر ازوا دعا بکنین. عید میلاد مسیح، مسیح یگانه کسی بود که آمد تا که جان خود فدا بکنه. ما این قسم عید دیگه نشنیدیم. ای بهترین عید است اگر شما توجه بکنین.
کسی که بار گناهان شما را بر خود حمل نمود. اشیای نبی از همین خاطر پیش از پیش نبوت کرده بود در مورد آمدن عیسی مسیح. او پیش از پیش ای را گفته بود، گفته بود که بر او ظلم شد. آیت 7 فصل 53 اشیای نبی: بر او ظلم شد اما با فروتنی تحمل کرد و از زبانش حرف شکایت شنیده نشد. مثل بره او را به کشتارگاه بردند، او مانند گوسفندی که پیش پشمچین باشد خاموش می ایستد، دهان خود را باز نکرد، دهان خود را باز نکرد. و در آیت پنجم میخوانیم: او در حقیقت به خاطر گناه و خطای ما زده و زخمی شد. او در حقیقت به خاطر گناه و خطای ما زده و زخمی شد. او جزا دید تا ما سلامتی داشته باشیم و از زخمهای او ما شفا بیافیم. ما همه مثل گوسفندان سرگردان گمراه شده و بر راه خود روان بودیم، اما خداوند گناه همه ما را به گردن او نهاد. کسی که خالق و مالک از این کائنات است، او آمد گناه های ما را بالای خود حمل بکنه. نه ای که بالای ما زور بندازه، نه ای که بالای ما بارهای مذهبی را بندازه، بلکه او بارهای ما را بالای خود حمل نمود. شما نمیتونین، ما آمدیم که شما را نجات بدم. ایست خداوند. دوستای عزیز من، ما خواهش میکنیم که یک لحظه در دعا باشیم. دعا کنیم برای مردم پاکستان امروز، دعا بکنیم برای کشورهای اسلامی امروز، در جاهایی که انسانها در نام خدا کشته میشن، قتل عام میشن، در نام مذهب کشته و قتل عام میشن. دعا کنیم که خداوند رحم کنه بالای از این ممالک. ای خداوند عزیز، ما تو را شکر میگیم برای امروز، شکر میگیم به خاطر از این که تو خدای محبت هستی. شکر میکنم ای خداوند که تو خدای رحیم هستی. شکر میکنم ای خداوند که تو خدای پر از فیض هستی. و شکر ای خداوند که تو خدای حقیقی و پیروز هستی، جز تو خدای دیگری نیست. همان طوری که ای خداوند کلام تو میگه برای ما، کسی که محبت ندارد خدا را هرگز نشناخته، زیرا خدا محبت است. تو خدای محبت هستی. خدای عزیز، دعا میکنیم که امروز تو لمس کو قلب های از او فامیل ها را که عزیز های خود از دست دادن، اولاد های خود از دست دادن، از او دوست هایی که دوست های خود را از دست دادن، از او زنهایی که شوهر خود از دست دادن، از او مادری که فرزند خود از دست دادن، از او پدری که فرزندهای خود از دست دادن. ای خداوند، تو قلبهای از واره شفا بده. ای خداوند مرهم بگذار، تو لمس کن. ای خداوند بگذار که وا فکر کنن، توجه بکنن و به تو خدای واحد، خدای زنده، خدای حقیقی، خدای محبت، خدای فیض، خدای رحمت رو بیاورن. ای خداوند عزیز، تو نجات بده از شر، از قسم بلاها انسانیت، تمامی انسانیت تو نجات بده. ای خداوند عزیز، به نام مقدس خداوند و یگانه منجی بشر عیسی مسیح، آمین، آمین، آمین. دوستای عزیز، در دعا باشین برای مردم، همیشه در دعا باشین. برادرها و خوارای مسیحی، مسیح ما را در این دنیا بر ازی خوانده که ما در غمهای مردم شریک باشیم. این جای خوشی نیست، جای غم است، جای گریه کردن است. با این که خداوند شادمانی را برای ما بخشیده و در قلب خود، در عمق قلب خود ما شادمان هستیم، و اما در شادمانی در این دنیا ما از وادی سایه مرگ گذر می کنیم و ما زیر ظلمت هستیم و کوشش کنیم که نور مسیر از زندگی خود برای مردم
افشا کنیم تا که مردم به خدای محبت بر بگردن. اما قسمی که زندگی ما تغییر کرد، زندگی از ما هم تغییر بکنه. بسیار تشکر. و امروز یک خواهر بسیار عزیز ما، خواهر زهرا که از ایران هستند، میخواین شهادت خود بخش بکنن که عیسی مسیح زندگی ایشان چطور تغییر داد، عیسی مسیح چطور زندگی ایشان شفا بخشید، عیسی مسیح چطور قلب از این خواهر را، زندگی از این خواهر را لمس کرد. میریم سراغ خواهر بسیار عزیز ما، زهرا جان. خواهر زهرا خسته نباشید. سلام بر شما. سلام بر شما و درود بر شما خواهر عزیزم. بسیار خوشحال هستم که شما این موقع را برای ما دادین و برای وطندارای عزیز ما در ایران، در افغانستان، در تاجیکستان و در تمام دنیا، جایی که این برنامه پخش میشه، و این موقع را دادین که شهادت شما را بشنویم که مسیح در زندگی شما چه کرده. و خواهش میکنم وقت از شماست در ما بین، شاید ما از شما خواهش کنم، شاید ما بعضی سوالا را داشته باشم از شما، و اما وقت از شماست. لطفا خود معرفی کنین و از شهادت زندگیتان که شما چطور به کلام خدا دسترسی یافتین و یا کی برای شما کلام خدا را بخش کرد و چطور به عیسی مسیح ایمان آوردین و چی چیزهایی در زندگیتان رخ داد که بالاخره به خدای حقیقی برگردین. وقت از شماست خواهر عزیزم. ممنون از شما کشیش اندریاد، خیلی فیض بردیم از صحبتاتون، خداوند به شما برکت بده. تشکر. من ممنون از شما که این وقتم در اختیار من گذاشتین تا بتونم شهادتمو در مورد این که من چطور با مسیح آشنا شدم و به مسیحیت ایمان آوردم. من سلام میفرستم به فارسی زبانها در هر کجای دنیا هستن و ممنون از این که وقت میذارم و حرفای منو گوش میدم. من زهرا لطفی هستم، 35 سال سن دارم و لیسانسی تربیت بدنی دارم. من خب 35 سال پیش در منطقه گیلان در ایران به دنیا اومدم، در یک خانواده مسلمان که نیمه مذهبی بودم. خب از همون بچگی من این تفاوت رفتاری که با دختر پسرها میشد شاهد بودم، اما خب بچه بودم، زیاد اونقدر متوجه زیاد با خودم فکر میکردم که با تو فکرم که مثلا چه فرقی هستش که این همه تفاوت رفتار هستش. خب بزرگ شدم، مدرسه که رفتیم، توی مدرسه معلم ها به ما میگفتن که خب شما دختر هستید، شما باید خیلی کارا رو انجام ندید، باید حجاب داشته باشید و خیلی چیزهای دیگه به ما میگفتن. و من همیشه پیش خودم فکر میکردم که یعنی چی مثلا من اگه یه سری کارا رو انجام بدم یعنی خداوند منو دوست نداره، چون معلم ها میگفتن مثلا شما اگه این کارا انجام، خدا شما رو دوست نداره، خدا گناهکارا رو دوست نداره. و همیشه با خودم یه جوری درگیر بودم، همیشه پیش خودم فکر میکردم که اون عدالتی که باید باشه نیستش. خب من تو باور مذهبی داشتم بزرگ می شدم و شخصیت من داشت شکل می گرفت و بیشتر می دیدم که چقدر تفاوت هستش بین زن و مرد. تا اینکه بزرگ شدم و وارد دانشگاه شدم، در رشته تربیت بدنی من قبول شدم. خب اونجا می دیدم به خاطر اینکه ما تربیت بدنی هستیم، یه سری از رشته هامونم به خاطر اینکه یه سری محدودیت ها ما نمیتونستیم فعالیت کنیم. خب به خاطر اینکه محدودیت هایی داشت، خب من تو ایران متولد شدم، به خاطر اینکه قوانینی که اونجا حاکم بود به عنوان یک زن من یک سری محدودیت داشتم. و اونجا بود که بیشتر من دردها و اون رفتارها رو لمس میکردم و همیشه به خداوند میگفتم که خداوند تو عدالت رو برقرار نکردی. من همیشه خداوند رو مسبب کارهای بد می‌دونستم، رابطه‌ام با خداوند اصلا خوب نبود. میگفتم چرا من زن متولد شدم، چرا من باید اینقدر محدودیت داشته باشم. وقتی هم که درسم تموم شد وارد جامعه شدم، یک باشگاه ورزشی برای خودم تأسیس کردم.
اونجا خب من می دیدم خانم ها که می اومدن و رفتارهایی که در منزل باهاشون می شد، یعنی خانم هایی می اومدن اونجا واقعا افسرده بودن و بیشتر من دردها رو می دیدم و می گفتم خدایا این چیزی که من دارم الان میشه این نیست خدایا، همیشه هیچ فرقی بین من و برادرم نیستش، ماها از یک حقوق برابری برخوردار هستیم، که این مسئله باعث شد که من در زمینه حقوق بشر یعنی به عنوان یک فعال زن در باشگاه خودم شروع به فعالیت بکنم و این کارم رو گسترش بدم با دوستای دیگر در باشگاه دیگر که بیایم اطلاعات بدیم و بگیم که نه ماها برابر هستیم، ماها یه حق حقوقی داریم، باید برای ما احترام قائل بشن، خداوند به ما عقل داده، به ما شعور داده که ما میتونیم برای زندگی خودمون تصمیم گیری بکنیم. یعنی چی من در هیچ زمینه‌ای نمیتونم برای خودم تصمیم بگیرم؟ بس این عدالت نیستش. که این فعالیت رو خب خیلی خوب داشت پیش میرفت، اما خب متاسفانه ما به خاطر وضعیتی که اونجا حاکم بود علنا نمیتونستیم فعالیت رو داشته باشیم، خیلی مخفیانه، خیلی با ترس و لرز که این فعالیت رو داشت ادامه پیدا میکرد، که در گیردار همین من این فعالیت ها بودم که من با یک سری با از طریق دوستم با یک سری از مادران پارک لاله من آشنا شدم. چیزی که منو وصل کرد به مادران پارک لاله به خاطر اینکه اونها مادر بودن و من هم مادر هستم و حس مادر بودن من به اونها رو وصل کرد به اونها، به خاطر که فرزندان اونها بیگناه کشته شده بودن و دومی که اهدافی که اونها داشتن و اونها دنبال میکرده، این مسئله باعث شد که من با اونها همکاری داشته باشم. اما خب با توجه به شرایطی که در ایران حاکم هستش متاسفانه گروه ما شناسایی شد و یک سری از افراد دستگیر شدن که خودم هم از جمله اون افراد بودم که وارد زندان شدن، یعنی توی بازداشتگاه موقت ما رو نگه داشتن. من میخوام از شرایط و اوضاعی که در بازداشتگاه به وجود داره، یعنی اونجا میخوام بگم که یعنی واقعا انسانها رو میکشن، یعنی من گناهی نکرده بودم، من انسانی رو نکشته بودم، من جرمی نکرده بودم، من فقط گفته بودم میخواستم حرف دلم رو بزنم، بگم بابا من انسانم، من عقل دارم، من شعور دارم، من قدرت تصمیم گیری دارم، خداوند به من حس داده، خداوند نگفته که تو یک برده هستی، من تا کی باید برده باشم؟ و متاسفانه شرایطی که در بازداشت‌ها برای من پیش اومد، یعنی طوری که من کشته شدم، اونجا آزار و اذیت‌هایی که دیدم، مورد شکنجه و آزار و اذیت جنسی قرار گرفتم و با کلمات زننده بسیار مورد توهین قرار گرفتم، یعنی کلماتی که یعنی هر انسانی که بشنوه واقعا تحقیر میشه، یعنی من تحقیر شدم، من کشته شدم و چیزی که اونجا برای من اتفاق افتاد تجاوز جنسی بود که برای من اتفاق افتاد، چیزی که در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی اتفاق میفته و من یک زن هستم متحمل چنین ظلم بزرگی قرار گرفتم. تجاوز در هر کجای دنیا در هر زمانی برای هر انسانی دردناک هستش. بکنید در بازداشت باشید در شرایط بسیار بد مورد آزار و اذیت جنسی من قرار گرفتم. خواهر عزیزم فقط یک لحظه تا نمیگیریم، یک دوست ما روی خط از تلفنشان میگیریم و بعد از شما خواهش میکنیم ادامه بدین شهادتتانه. حبیب جان وطندار عزیز مانده نباشین، روی خط هستین، بفرمایین. صدای شما نمیاد برادرسان بر من. صدای من نمیاد بر شما. الو من تصویر شما رو دارم، صدا ندارم متاسفانه. من کوشش میکنم که صدا رو بحال کنم برای شما، متاسفانه نمیفهم که چرا صدای ما برای شما نمیایه، و اما لطفا خواهش میکنم که من دوباره برتان زنگ میزنم. خواهر عزیز من لطفا شما ادامه بتین. که من خب یه مدتی اونجا بودم، بعد به قید وثیقه که منو آزاد کردن اومدن بیرون،
شرایط زندگی برای من خیلی سخت و دردناک بود. یعنی من در واقع داشت در واقع من کشته شده بودم، در واقع یک مرده متحرک بودم. تا اینکه خداوند خواست من از این کشور اومدم بیرون. من الان در سوئد هستم به همراه فرزندم. من وقتی که اومدم اینجا کشیش اندریاس در وضعیت روحی بسیار بدی بودم. یعنی زندگی من در تاریکی مطلق بود، زندگی من از ترس، از استرس بود. یعنی از اینکه با آدم ها بتونم ارتباط برقرار کنم اصلا نمیتونستم. همیشه فکر میکردم کسی مواظبم هستش، کسی منو داره تحقیر میکنه. همیشه ترس داشتم و نمیتونستم به انسان ها با آدم ها ارتباط برقرار کنم و همیشه در منزل بودم و کارم شده بود گریه، طوری که یعنی من داشتم با اون کابوس هایی که در بازداشت برای من اتفاق افتاده بود داشتم زندگی میکردم. یعنی طوری که فرزند منم داشت آسیب میدید، لطمه داشت میخورد، طوری که مشکلات روحی من، این ترس من به بچه من، فرزند من که 8 سالش بود داشت منتقل میشد. یعنی فرزندم طوری شده بود که اصلا نمیذاشت من یک لحظه دراز بکشم. اگه یک لحظه دراز میکشیدم گوشش رو میآورد میذاشت روی قلبم و میگفت که مامان من میخوام ببینم تو زنده هستی. واقعا اینا خیلی دردناکه. فکر کنید من زندگیم در چه شرایطی بود. در شرایط بسیار سخت، بسیار دردناک. یعنی من در تاریکی بودم. من وجودم از نفرت بود، وجودم از انتقام بود، وجودم از خشونت پر بود، چون من زخم دیده بودم. آخ 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 آخ. برادر حبیب لطفاً روی خط باشین، لطفاً روی خط باشین که شما صحبت میکنیم. یک لحظه روی خط باشین. بله خواهرم، بسیار واقعاً مشکل است و ما واقعاً نمیتونم که کفش های شما رو بپوشم، به خاطر از اینکه درد شما بسیار عمیق است. و اما بسیاری کسایی نمیتو فکر میکنن که دنام مذهب و دنام دین و یا تحقیر بکنه انسان ها رو. و اما خداوند کلامش بسیار واضح است. من امی لحظه کلام خدا رو میخوندم، در غلاطیان فصل 3 نوشته است، فصل 3 آیت 27: شما که در پیوستگی با مسیح عیسی تعمید گرفتید با مسیح پوشیده شده اید. و من خدا را شکر میکنم که مسیح دردهای شما را پوشانده. عالی. و کلام خدا اینجا همچنین میگه که در مسیح هیچ تفاوتی میان یهودی و غیر یهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، زیرا همه شما در پیوستگی با مسیح عیسی یک هستید و اگر متعلق به مسیح هستید نسل ابراهیم و مطابق وعده خدا وارث او هستید. خداوند چی زن چی مرد او را وارث خود، وارث مسیح قرار میده. و ما بسیار واقعا بسیار متاسف هستم از اینکه شما اینقدر دردها را متحمل شدید. و همچنین خدا را شکر میکنیم که با وجودی از این چیزها خداوند بالاخره شما را در حیات جاودان خود آورده، خداوند شما را بالاخره خود شناسانیده. بله ادامه بیتین خواهر عزیزم. بعد یکی از دوستان کلیسا رو به هم معرفی کرد، گفتش که برو کلیسا، تو که وقت آزاد داری برو کلیسا با آنها صحبت کن، مشکلات تو بگو، برای دعا میکنن. و من به پیشنهاد ایشون رو قبول کردم، به کلیسا رفتم. وقتی که من وارد کلیسا شدم اون یک انرژی، من چیزی که اصلا نمیتونم برای شما توصیف کنم، چیزی که باعث شد من دوباره یک زندگی تازه، یعنی که دوباره احساس کنم که من حضور دارم، دوباره احساس کنم که باید زندگی کنم. و اون برخورد گرمی که افراد کلیسا از من داشتن و وقتی دیدم من در چه وضعیت روحی بسیار بدی هستم، هم من هم فرزندم، شروع کردم برای من دعا کردم. یعنی این کارشون خیلی قشنگ بود. من هیچ موقع نمیتونم فراموش کنم که چه دور برای من دعا میکردم. با اینکه اصلا ایرانی نبودم، با اینکه هم زبان من نبودم، همه برای من دعا کردم. و واقعا این مسئله باعث شد که من روز به روز علاقه بیشتر بشه.
برم کلیسا طوری که کشیش اندریاز من فرزند من خیلی مشتاق بود، فرزندم اینقدر اشتیاق داشت که ما اون روز بخواستیم بریم کلیسا خود زودتر از من از خواب بیدار میشد، آماده میشد، میگفت امروز میخوایم بریم کلیسا ما. من کلیسا رو خیلی دوست دارم که پدر اونجا به من یک انجیل داد و من شروع کردم به خوندن انجیل، چیزی که منو جذب کرد، همون که خداوند همه ما رو فرزند صدا کرد. خداوند گفت فرزندان من، نگفت زن و من. خداوند گفت شما همه در برابر در جایگاه من برابر هستین، یعنی فرزندان من. و این مسئله چیزی بود که مسئله بود که من سالیان سال در کشورم به خاطر اون مبارزه کردم و رسیدم اینجا، گفتم نه، خدا خدای محبت، خداوند عاشق ما انسان ها هستش. خداوند نگفته کسی رو بکشیم. که یادم یه روز داشتیم میرفتیم کلیسا، من فرزندم برگشت به من گفتش که آره مامان من میخوام مسیحی بشم. یعنی واقعا وقتی این مسئله رو به من گفت من خیلی متاثر شدم. گفتم مامان مگه تو مسیح رو میشناسی؟ برگشت به هم گفتش که آره مامان من مسیح رو میشناسم. تو کتاب انجیل رو وقتی داری میخونی، چون پسرم در ایران همین از شبکه محبت تیوی برنامه کودک عیسی مسیح رو پخش می‌کنه. من فرزدم تمام این برنامه کودک‌ها رو دیده بود و خیلی علاقه داشت به عیسی مسیح. اما خب وقتی از من سوالی میکرد من هیچ جوابی نداشتم، چون در کشورم من فقط عیسی مسیح رو به عنوان یک پیغمبر می‌دونستم و هیچ اطلاعاتی در مورد عیسی مسیح خداوند نداشتم. بله. تا اینکه این مسئله رو من با شبان کلیسا در میون گذاشتم و ایشون گفتن که آره من فرزند شما رو قسم میدم. جوابی که فرزندم در مقابل سوال من داد، گفت مامان عیسی مسیح بخشنده و مهربان هسته، من میخوام مثل خداوند عیسی مسیح مهربان باشم. فرزند من 8 سالش بود، کشیش اندریاز چنین جوابی به من داد و گفتم چرا فکر میکنی مسیح بخشنده؟ گفت مسیح وقتی که روی صلیب رفت اونجا هم دعا کرد، اونجا هم گناهکاران خودش رو بخشید. و واقعا این جواب این سوال فرزندم من خیلی متاثر کرد که من روز عید پاک من و به همراه فرزندم قسم گرفتیم و مسیحی شدیم. هللویا. من خواستم اینو بگم اینجا، درست خداوند خواست مسائل و مشکلات زیادی در مسیر زندگی من قرار گرفت تا من اینجا بیام با خداوند عیسی مسیح آشنا بشم. هللویا. خداوند از طریق فرزندم خودشو به من نشون داد. هللویا. و من از این مسئله خیلی خوشحال هستم که الان یک مسیحی هستم، چون خداوند ما عیسی مسیح خدای محبت هستش. آمین. خدای هستش آمین. که گذشت، خداوند میگه ببخش. آمین. و کشیش اندریان، افرادی که منو آزار و اذیت قرار دادم، به من مورد شکنجه قرار دادم، من اونها رو بخشیدم. هللویا. به خاطر اینکه خداوند عیسی مسیح میگه ببخش تا بخشوده شوی. هللویا. خداوند آمین. میگه شما در مقابل گناهکاران، بدکاران، در مقابل دشمنانتون هم دعا کنید. هللویا. واره ببخشید. بله. خداوند ما بله. اینقدر در کتاب مقدس از گذشت، از بخشش داره صحبت میکنه، چرا ما انسانها باید همدیگر رو به خاطر چیزهای علکی همدیگر رو ناراحت کنیم بله. و انسانها رو بکشیم فقط به خاطر نه، خداوند نمیگه کسی رو بکشیم. خداوند بله. میگه محبت کنید. بله. بله. خواهر عزیزم با اجازه شما، دوست عزیز ما حبیب جان بسیار دیر میشه روی خط هستن، تلفنشان میگیریم. حبیب جان وطنداری عزیز ما روی خط هستین، بسیار بسیار تشکر از اینکه زحمت کشین و تماس گرفتین و منتظر بودین. بفرمایین برادر عزیزم. خواهش میکنم. سلام بر شما برادر حسین. بسیار تشکر حبیب جان. بفرمایین برادرم، چیزی گفتنی داشتین؟ بله بله، فیض و برکت خداوند عیسی مسیح بر شما برادر عزیز که بایم چیز سعی کوشش میکنید که خدمت کنید به ایماندارا و کسانی که همینطور که عیسی مسیح رو نشناخته میخواین عیسی مسیح رو به اونا بشناسنین. من خودم هم یکی از اونا بودم، یعنی همونطور که خودتان و چند تا دی برنامه قبل هم گفتین، ما از اون نفرهایی بودیم که وقتی تلویزیون روشن میکردیم چینل شما رو میزدیم و شما رو میدیدیم. اگه گفته خود از افغانی یک 4 تا چیز
گبی بد میزدیم میگفتیم رسایی که رفته در ملک های کفر شیشته و پول از مملکت های دیگه میگیره و چی چیزا میگه. ولی وقتی خود ما آمدیم مالی دمیر راه و عیسی مسیح رو پیدا کردیم میفهمیم نه گب چیزی دیگه بوده. هللویا. من دعا میکنم که خداوند عیسی مسیح به شما همیشه قدرت و برکت را بده که همیتو که همیشه شاد و خوشحال و خندان در این برنامه هستین و از خوشی و دیگه و دیگه از محبت خداوند برای مردم صحبت میکنید و مردم را از هلاک شدن و از گمراه شدن برای راست هدایت میکنید. دعا میکنم که همیشه همینطور سرفراز و سرزنده باشین تا بتوانین کسانی مثل ما که ما خودم هم همینطور میگم قبلا چیز بودیم تازه به عیسی مسیح ایمان آوردیم خدا را شکر و فیض و برکات زیادی هم دیدیم. خیلی خیلی دیگه ما این 4-5 ماهی که عیسی مسیح رو شناختیم و یک چند وقت از سکته امید گرفتیم بسیار بسیار خوشحال هستیم. بسیار بسیار دیگه یعنی تو خوشحال هستیم که به هر کس که تانستیم گفتیم و نمیدانستیم چی بکنیم و اینا لیام آمدیم از اولش به شما بگم و از طریق تلویزیون شما به همه هموطنهای ما خوشحالی خود با اونام تقسیم کنیم و با اونام بگویم که راه درست کجاست، راه خوب کجاست. اگر میخواین هم در دنیا و هم در روز آخرت سربلند و دلخوش باشن باید بیاین در عیسی مسیح ایمان بیاورن که نجات دهنده همه انسان هاست. هم خوشی و شادی هم در دنیا هم در روز رستاخیز. آمین آمین حبیب جان. همین جا از شما و تمام بیننده های شما خواهش میکنیم که برای ما دعا کنند که ما تا همیشه همیتو خوشحال بمانم و ایمان خود همیتو که حال ایمان دارم تا آخر همیتو ایمان ما پای برجا بمانه. آمین آمین حبیب جان. خداوند شما را برکت بده و واقعا واقعا خداوند چقدر مهربان است و ما بخشش از شما میخواهیم. نه 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 برادر ما هستی، برادر ما هستی و خدا را شکر میکنم همین که شما اقرار کردین. این خودش بسیار 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 باعث برکت است. من میفهمم دیگه که دوستای دیگه ما هم دمی برنامه گفت ما به همه توصیه پیشنهاد میکنیم که بیاین این تبلیغات منفی که درباره عیسی مسیح شده در دین ما همه ما افغان هستیم. من خودم از افغانستان هستم، در یک خانواده مسلمان به دنیا آمدیم. تبلیغاتی که در دین اسلام در تبلیغات بدی میشه درباره عیسی مسیح با. ولی تا خود آدم نیاید در این دین در این راه نیاید یک چند وقت خوب یک از چند نفر پرسان نکنه دین برایش واز نمیشه. تو از دور که از بیرون او یک تبلیغات منفی برای ما و شما شده بله، ولی وقتی بیای داخلش میفهمی نه چی گپ است. از اولش از محبت و خوشی گفته تا آخرش نه مثل چیز ما که فقط جنگ و بکش و شیعه است و سنی است نمیدونم یه تسوت است برادر کشی همش. ولی در اینجا که بیای همیشه میر و محبت اولین توصیه ای که در دین است محبت است اما آخرینش هم محبت است. هللویا حبیب جان. حبیب جان بسیار بسیار تشکر. متاسفانه وقت ما کم است و اما ما کوشش میکنم با شما تماس بگیرم در یک برنامه دیگه حتما مفصل از شما شهادت تا نمیشنویم. بله بله من حتما انشالله چیز حتما پیدا میکنم اتمن. چیز یک وقت دیگه که با هم صحبت اتمن. کنیم من شهادت زندگی خودم برای شما بگویم. من از عیسی مسیح معجزه گرفتم. من میخوام معجزه رو به مردم بگویم. من خودم چشمای من مشکل داشت، یعنی 16 سال مشکل داشت. ما همی که آمدیم هرچی دکتر رفتیم ما را جواب کدم. ما همی 3 ماه 4 ماه که عیسی مسیح پیدا کردیم و فیض و برکت عیسی مسیح. ما امروز یک دکتر پیدا شده مگه بیا ما چمایی تو را عملیات میکنم. هللویا هللویا تشکر حبیب جان. 15-16 سال چیز کدم اینمی هیچ دکتر در ما نگفته. اینمی اولین دکتر است که از این که ما از عیسی مسیح خواستیم، از خداوند زنده خواستیم که ما را شفا بده، یعنی می برکت ما گرفتیم. می خواهیم شهادت در وقتش بدم به همه هموطنهای خود. تشکر برادر، بسیار تشکر از تماستان و حتما کت شما تماس میگیریم بعدا. خداوند شما را برکت بده. خداوند شما را برکت بده و
خواهر عزیز زهرا جان، ما شما هم خواهش میکنم که در یک برنامه دیگه آمده کمی بیشتر در مورد شهادتتان بگین. و اما واقعا خدا را شکر میکنیم که خدا چقدر مهربان است. یک تلفن دیگه را هم میگیریم و بعد از او دوباره از شما میشنیم تا آخر برنامه را. سامان جان، وطندار بسیار عزیز من، روی خط هستین، بسیار تشکر از تلفنتان، بفرمایین. الو، سلام. سلام علیکم، بفرمایین. درود میشرفتم به شما برادر اندریاس و همه دوستان عزیز که تو شبکه محبت زحمت میکشن. من چند وقتی هست که ایماندار هستم و شبکه‌های برنامه های شبکه شما رو میبینم و برکت میگیرم از این برنامه هاتون. خدا را شکر. چند تا پیشنهاد، یعنی هم درخواست دعا داشتم. بفرمایید. دعا کنید. بفرمایید. در ایمان خودمون ثابت قدم باشین. و اینکه من چند تا در واقع یه درخواست از شما داشتم و دوستان که در شبکه هستن. بفرمایید. حالا من خواستم از این طریق رسلا بفرمایید. میشنون. بفرمایید برادر، میشنون. بله. یکی این که به نظر من برنامه های تعلیمی مثل شبکه های تعلیمی مثل شبکه محبت متاسفانه توی ایران کم هست. خب شبکه های فارسی زبان برنامه های خاصی پخش میکنن و حالا ما ایمان دارن به اصطلاح این چند تا شبکه ایمانی هست، اینا رو میتونیم ببینیم. اگه بشه این شبکه ها بذاره تنوع برنامه‌شون رو بیشتر بکنن که بیننده که این شبکه ها رو میبینه دیگه خسته کننده نباشه. فرض کنید یک برنامه تعلیمی که میذارم 4 تا 5 بار پشت سر هم تکرار میشه، این یه ذره شاید خوب نباشه. ولی برنامه سوالای سینما، کاردستی، برنامه ورزشی اینا که باشه توی شبکه یه تنوعی میشه. چی میگن؟ رد سنه مختلفی میتونن، یعنی بچه‌ها ببینن، جوان‌ها ببینن، دختر خانم‌ها ببینن، خانم‌های خانواده استفاده کنن. این تنوع تو برنامه خوب میشه. اگه بسیار تشکر سامان جان، بسیار تشکر از پیشنهادتان و با حتما برتان دعا میکنیم. متاسفانه وقت ما کم است و اما حتما شبکه کانال محبت آواز شما را شنید و ما برتان اطمینان میتیم که ما همیشه کوشش های خود میکنیم که برنامه های رنگارنگ باشه. و اما مقصد ما از این کانال ایست که کلام خدا را برای مردم برسانیم، یگانه مقصد ما ایست. درست است که شاید برای بعضی کسا خسته کننده باشه و اما تعداد کسایی که به عیسی مسیح ایمان میارن هر روزه از طریق از این کانال، ای باعث برکت است. و ما شما پیامتان را دادین، ای پیامتان کانال محبت و دیگه کسا حتما شنیدن و ما هم برشان میگم که حتما برنامه های مختلف دیگر هم بگذارن تا که باعث برکت شما شود. و دعا میکنیم که خداوند شما را برکت بده و قوت بده در زندگیتان و ای که شما زیادتر در روح مسیح رشد بکنین. برادر عزیزم به نام عیسی مسیح آمین میگیم. برادر عزیزم، خواهر زهرا، فقط 4 دقیقه دیگه ما مانده و ما خواهش میکنیم که لطفاً این 4 دقیقه دیگر هم استفاده بکنین. و شهادت شنیدیم از حبیب جان که واقعاً چطور گفتن که قبلا از من نفرت داشتن. من شخصی دیگر را هم در اروپا دیدم که روبروی من گفت من قبلا از شما نفرت داشتم، لعنت میفرستادم و اما به عیسی مسیح ایمان آوردم. برادر حبیب هم امروز عین چیز گفت و خداوند برای ما روح تازه دیده. و یک برادر عزیز دیگه ما که کشته شد در مرز ایران و ترکیه، و ایشان هم همین ترتیب گفت که برادر حسین، ما به عیسی مسیح از این خاطر ایمان آوردیم که مردم تو را لعنت میگفت بالای برنامه و شما میخندیدید و دعا میکردید، فقط چون مسیح ما را تغییر میده از همین خاطر ما این کار را میکنیم. خواهر زهرا بفرمایید. آمین. من میخوام بگم که من از این معجزه‌ای که در زندگی من اتفاق افتاد، چیزی که باعث شد که خواهم من ایمان بیارم، آرامشی که بود خداوند در زندگی من، خداوند دوباره من زنده کرد، منو تو از تاریکی بودم، خداوند نجاتم داد. هللویا. اما یکی میخوام از معجزاتی که خداوند در زندگی من اتفاق افتاد، یکی که من از پای سمت راستم واقعا مشکل داشتم. خب کارم کار ورزشی بود و همیشه وقتی میدویدم واقعا مشکل داشتم، خیلی برام سخت بود. یه روز نشستم واقعا با تمام وجودم دعا کردم، گفتم خداوند تو
تو خودت میدونی وضعیت منو میدونی، من فرزند تو هستم، تو گفتی چیزی که از من میخوای تو دعا بخوای، وقتی اگه واقعا ایمان داشته باشی از خداوند بخوای واقعا به اون خداوند جواب میده. و واقعا برادر حسین من واقعا الان ورزش میکنم، الان هیچ مشکلی ندارم و خداوند رو بابت این مسئله واقعا شکر میکنم. و خواستم اینجا این مسئله رو بگم که اگه مشکل دارین، اگه من میام، من از طریق فرزندم خداوند عیسی مسیح رو شناختم، خداوند عیسی مسیح از طریق فرزندم خودش رو به من نشون داد و من اومدم امروز خیلی کوچولو خیلی مختصر اومدم از ایمانم گفتم به شما، کسایی که الان در ایران هستن، کسایی که تو افغانستان هستن، کسایی که تو کشورهای اسلامی هستن، صدای منو دارن میشنون. اگه در هر مشکلی هستین، اگر در جنگ هستین، در نگرانی، در ترس و استرس هستین، قلب‌های خودتون رو بسپارین دست خداوند عیسی مسیح. واقعا خداوند عیسی مسیح در امثال میگه اگه مشکل دارین، مشکلات زندگیتون رو به من بسپارین و خودتون میبینید چجوری مشکلاتتون حل میشه. یعنی باید ایمان داشته باشین، من خداوند در زندگی من این معجزه اتفاق افتاده و من خیلی خوشحال هستم به خاطری که خداوند گفته در کتابش من شماها رو انتخاب میکنم فرزندانم، و خوشحالم از این بابت که خداوند عیسی مسیح من و فرزندم رو انتخاب کرده تا من بتونم کلام زیبای خداوند عیسی مسیح رو بشارت بدم. و چیزی که باعث شد من بیشتر ایمانم قوی بشه، چون حکمی که خداوند در کتابشون داره گفته محبت کنید، خواهش میکنم الان کسایی که دارین صدای منو میشنوین در هر پست و منزلتی هستین، خواهشم بیان به انسانها کمک کنید، بیان محبت کنید، بیان قلبهاتون رو باز کنید به سمت خداوند عیسی مسیح. و همیشه من خداوند عیسی مسیح در دعا میخوام که صلح و آرامش در همه دنیا واقعا برقرار بشه و من به عنوان یک زن ایرانی، به عنوان یک فارسی زن بتونم در کشورم ایران بتونم از ایمانم بگم، از خداوند عیسی مسیح بگم، بگم که خداوند عیسی مسیح خدایی هستش که عاشق انسان هاست. خداوند نگفته به خاطر من انسانها رو بکشی، خداوند خدای بخششه، خداوند خدای فیضه، خداوند خدای پر از محبت. همچنان که شما گفتین که کسی که محبت نداره خداوند رو نمیشناسه، چون خداوند محبت است. آمین آمین آمین. خواهر عزیزم خداوند شما را برکت بده و ما دعا میکنم برای شما و برای خانواده ایتان دعا میکنم و برای اقاربتان دعا میکنم که خداوند از طریق شما قلبهای بسیار زیادی را لمس بکنه، چون شما مسیر از زندگی ایتان نشان میتین و عملا نشان میتین و ای ثابت میکنه محبت خدا را در وجود شما، در زندگی شما. و ما افتخار میکنم که شما را خواهر خود در مسیح بگوییم. ما خون شریک هستیم، خدا را شکر با خون عیسی مسیح ما شریک هستیم و برادر و خواهر هستیم در مسیح. دیگر ایرانی و افغان و تاجیک و نیست، همه مسیح هستیم. فیض خداوند کت شما باشه خواهریم و وطنداران عزیز باشه. تشکر. تنها هادیم توی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح. تنها هادیم توی ای مسیح، تنها هادیم توی ای مسیح.